خب الان فکر کنم بعد صدا رو داشته باشید، درسته؟ Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Je crois que c'est bon. Oui, oui. Ou quoi? Yes. Salam ya. خب. دوستان سلام. دوباره با یه لایو خیلی یهویی. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. پرسش و پاسخ با هم دیگه داشته باشیم. اگر سوالی هست که در خدمتتون هستم. اگر نه که یه سری توضیحات مقدماتی داشته باشیم. راجب سوالاتی که توی دایرکت دریافت کردیم، حالا چه تو بحث آموزش زبان، چه تو بحث ادامه تحصیل تو کشورهای فرانسه و سوئیس. خب من اگه سرم پایینه چون دارم سوالات شما رو توی گوشی دیگری میبینم. یکی از سوالاتی که خیلی مطرح میشه، بفرمایید دوست من آیدی اونسوم اگر اشتباه نکنم، مونای عزیز، خیلی خیلی تایمم الان پر هست، نمیتونم قول بدم برای تدریس، بنابراین سعی میکنم که تعدادی که برمیدارم خیلی محدود باشه، چون حالا تعریف از خود نباشه خیلی خوشقولم، بنابراین دوست ندارم بعد قولی کنم، برای همین سعی میکنم که واقعا از اون ظرفیت خودم دپسه نشه. خب دوستی سوالی داشتن اگر بفرمایید سوالتون رو، اگرم سر صدا میاد بچه‌ها میبخشید، تمام کلاس ها در حال برگزاریه، اگرم البته بازم میگم بچه‌ها نمیتونیم بیاریم بالا چون با میکروفون متصل هستم. خب یه سوالی که حالا خیلی زیاد از ما میشه در خصوص حالا ادامه تحصیل برای کارشناسی ارشد هست تو کشور فرانسه، شما رو هم میتونیم بیاریم بالا، بذارید من اکوتاق بذارم، صدای شما رو با این یکی گوشی گوش کنیم. شما میتونید درخواستتون رو بدین تا من شما رو بیارم بالا با هم صحبت کنیم. خب من اولین توضیح رو بدم راجع به کارشناسی ارشد داشتم میگفتم، حالا فردا استوریاشو میذارم. خیلی سوال میشه که آقا مثلا یه دومین مستر داریم، فرض کنید مثلا تو ایران من مستر گرفتم توی مهندسی نمیدونم مثلا مکانیک، حالا میخوام برم مثلا ساخت و تولید گرفتم تو ایران، حالا میخوام برم اونور تو فرانسه مثلا یه مستر دیگه بخونم مثلا جامدات سیالات نمیدونم هر چیزی. دوستم اگه یه چند دقیقه منتظر باشید من به شما برمیگردم این سوال رو تمام بکنم. این میشه مستر دوم. بعضی بچه‌ها میگن آقا تفاوت مستر 1 و مستر 2 چیه؟ تو کشور فرانسه سال‌های تحصیل از هم مجزاست. سال اول لیسانس، سال دوم لیسانس، سال سوم لیسانس. میگیم L1، L2، L3. M1 و M2 میشه برای مستر. سال اول مستر، سال دوم مستر. تو خیلی از رشته‌ها شما میتونی مثلا از سال دوم وارد بشی. در چه شرایطی؟ یا اینی که مستر دیگری گرفت، مستر اولت رو تو ایران یا کشور دیگری گرفته باشی، یا مثلا دانشجوی مستر باشی سال اولت رو تموم کردی، درخواست بدی که مثلا برای سال دوم بخوای اونجا تحصیل کنی. هرچند من شخصا با توجه به تجربه که دارم توصیه نمی کنم شما از وسط دوره وارد شید، دژا سطح زبان بالاست، دژا سیستم تحصیلی جدیده، داری میری توی کشور جدید، قوانین جدید، سیستم تحصیلی جدید، حالا وسط راه بخوای برسی. من این توصیه رو بهت ندارم، یکی دو سال این برامر واقعا تو پروسه تحصیلت هیچ تأثیری نداره. خب دوست من خودتو معرفی میکنی؟ بونجور موسیو، من ایلیام، حالا به فرانسوی فکر میکنم همون ایلیا ترجمه بشه، حدود 18 سال سن دارم و توی درستان فرانسه رو خوندم مقدماتی و
بسیار علاقه من به زبان فرانسه هستم به دلایل متعددی که علاقه من به هنر هستم، یعنی هنر و زیرشاخه‌های هنر. یعنی خب هنر هفتم، از هنر هفتم که هنر سینما باشه بخوام شروع کنیم، من از بازیگری تئاتر کار کردم و بازیگری سینما جلوتر که بریم فیلم نام نویسی در کنار استادهایی که در دانشگاه تهران در زمانهای مثلا سالهای توی ایران سال 60 70 اینا فعالیت می‌کردن، میشه اساتیدی که همچون استاد حمید سمندری استاد سمندریان اگر اشتباه نکنم پیش اونها مثلا تحصیل کردن. من درسای فیلمنامه نویسی فیلم سازی خوندم، فیلم بازی کردم اطرافتون فقط فکر کنم چون خیلی شلوغه اگر زودتر سوالتون رو مطرح کنید. بسیار خوب من میگم چون در ارتباط بودم الان ثبت نام کردم دوباره که از مقدماتی از تمام چیزا یادگیری رو آغاز کنم. سوالی که ازتون داشتم اینه که چه پوینت‌های مثبتی توی سفارت فرانسه داره برای من؟ اگر میشه مثلا بگید کامل یا مختصر هر جور که وقت بهتون اجازه میده، چه پوینت اصلا چه مدرکی لازمه بگیرم، یعنی برای اینکه من توی دانشگاه یا کالج، حالا نمیدونم با توجه به سنم و زمانی که میام فرانسه، باید توی کالج تحصیل کنم یا به دانشگاه، چه مدرکی اصلا لازمه؟ نمیدونم این رو، اگر میشه این رو پاسخ بدید و اینکه چه پوینت‌های مثبتی توی سفارت من باید داشته باشم. من به توضیح میدم، متوجه سوالت شدم. چشم. خب قربانت، خیلی خوشحال شدم، خداحافظت. خب ببین دوست ما، یه توضیحی راجع به پروندهشون دادن، 18 سالشونه، حالا پروژه‌های مختلف هنری، دوره‌های مختلف گذروندن. سوال اولش اینه که آقا من از نظر زبانی به چه مدرک و چه سطحی نیاز دارم و چطور میتونم رزومم رو قوی تر بکنم. ببین خلاصه اگر بخوام بگم، برای اینی که شما تحصیلی بتونی به کشور فرانسه بری، دو تا راه داری. راه اول اینی که به صورت مستقیم از ایران یا هر کشور دیگری درخواست میدی برای مقطع مربوطت، لیسانس، ارشد، دکترا و غیره. میگه مثلا من میخوام بیام لیسانس هنر بخونم، مهندسی بخونم، پزشکی بخونم. لیسانس پزشکی خیلی سعی نیست، ولی خب چون سال اول تحصیل هست میگه. یا میخوام بیام مثلا این لیسانس هم میخوام بیام ارشد بخونم. فقط اگر قطع بکنی ارتباطتون هم ممنونت میشه. خب ببین، پس وقتی که من از ایران مستقیما برای دانشگاه درخواست میدم، سطح زبانی که نیاز دارم سطح مورد انتظار اون دانشگاه در رشته مربوط است. اغلب مهندسی ها B2 میخوان، رشته هنری B2 پلوس به سمت C1 میخوان. میبخشید لایو دیگه جانم، تماس میگیرم، میبخشید، معذرت میخوام. اغلب رشته هنری B2 پلوس C1 میخوان، رشته های پزشکی، رشته های علوم انسانی، رشته های فرض کنید حقوق و غیره C1 میخوام. خب تو ایران پس من باید این سطح رو داشته باشم. چطور میتونم سطحم رو نشون بدم؟ تو یکی از آزمون های بین‌المللی شرکت میکنم. TEF داریم، TESF داریم، DELF داریم و DELF داریم. کدوم یکی از آزمون ها رو انتخاب بکنم؟ بچه‌ها وقتی با من مشورت میکنن، خب بچه‌ای که پیش ما میخونن که زبان فرانسوی رو ما میدونیم رزومه‌شون رو، مثلا میگم تو خیلی قوی هستی، تو دلف بده. به شخص دیگری ممکنه بگم که به عقیده من تو اگر تصف بدی بهتره،
چون آزمون ت و ت صفر اولا ما توش رد شدن نداریم، به هر حال یه نمره یه سطحی میاریم. دوم اینه که یه سطح تقریبا میتونیم بگیم از دلف پایین تر هستش. این میشه راه اول که من علاوه حالا بر سطح زبانم باید رزومه هم داشته باشم دیگه، کارگاه هایی که شرکت کردم، دورای مهارتی که شرکت کردم، تحصیلاتم، سابقه کاری. بچه هایی که مثلا تازه دیپلم گرفتن تو مدرسه اگر پروژه دانشجویی انجام دادن خیلی بچه ها کمک میکنن. نمونه از جانان که چند روز پیش استوریاش رو گذاشت. میشه تحصیل مستقیم. راه دوم که راه میانبر هست، راه کوتاه‌تر اما راه سخت‌تر، ابتدا ورود به کالج های زبان فرانسوی و بعد وارد شدن به دانشگاه. من میرم به کشور فرانسه یه اعلامی دارم، مثلا میگم که آقا من قراره بیام لیسانس مهندسی برق بخونم، لیسانس هنر بخونم، پزشکی بخونم. سطح دانشگاه از من، دانشگاه از من چه سطح زبانی میخواد؟ مثلا B2+ میخواد، مثلا C1 میخواد در این رشته. خب من تا ابتدای B1، تا وسطای B1، تا انتهای B1 رو تو ایران میخونم. باز این ابتدا، وسط و انتها بستگی داره که چه رشته رو قراره برم تو کشور فرانسه و تو چه مقطعی بخونم. پس تا اون ابتداش رو تو ایران میخونم، مثلا ابتدای B1، وسطای B1، ادو رو کلا فراموش کنم. حالا براتون توضیح میدم. میخونم و بعد میام کالج یک سال تو کالج های زبان فرانسوی. قرار نیست تاریخ و ریاضی و نمیدونم جغرافیا بخونم توش، نه، فقط زبان فرانسوی میخونم به منظور ورود به دانشگاه. مثلا اسم کوغ یا دورش این هست، کوغ انتانسیب، دورای فشرده برای ورود به دانشگاه. بعد دوباره آزمون تصف میدم تو خود کشور فرانسه، اونجا دوباره درخواست پذیرش میدم، حالا تو هر مقطعی هستم، و بعد سال بعدش وارد دانشگاه میشم. این به صورت خلاصه دوتا مسیری هست که شما دارید. اگر بخوام یه مقایسه داشته باشم بین شانس ویزای تحصیل مستقیم در دانشگاه و ورود سر کالج ها، خب شانس ویزا توی دانشگاه بیشتر هست، شانس پذیرش پایین تر هست. بالعکس تو کالج ها شانس پذیرش بالاتر هست، شانس ویزا میاد پایین تر. چرا؟ چون متقاضی برش بیشتر هست. شما اگر جامعه فرانسوی زبان فرانکوفون ایران رو در نظر بگیرید، ما یه چیزی هولوهوش 8 میلیون نفر توی ایران، چشم ذخیره میکنیم لایو رو، ما یه چیزی هولوهوش 8 میلیون نفر توی ایران که میشه 10% جمعیت، یا فرانکوفون هستن، فرانسه زبان هستن، یا به نوعی در ارتباط هستن با زبان فرانسه، یا علاقه من به زبان فرانسه هستن. جامعه بزرگیه تقریبا 8 میلیون نفر توی ایران. خب حالا فرض میکنیم یه بخشی از این جامعه فرانکوفون ایران میخوان، میبخشید الان جلسه هستم تماس میگیرم، بچه تلفن رو باید قطعش کنم چون اینجا من چند تا تلفن دارم که همش زنگ میخوره، خیلی معذرت میخوام. خب ببینید، مثلا فرض کنید یه بخش اعظمی از این جامعه فرانکوفون ایران قراره که مثلا برای مهاجرت به فرانسه یا ادامه تحصیل در فرانسه اقدام بکنه. یه کلاس درس رو در نظر بگیر، مثلا تو دوره لیسانس تو تمام گرایش‌ها شاید مثلا 200 نفر تو یه دانشگاه باشن. چند درصد این افراد معدل بالای 19 میارن؟ فرض کنیم 10%. چند درصد این افراد معدل مثلا 16 تا 18 میارن؟ یا 16 تا 19 میگیم، شاید مثلا 30%، 35%، 40%. اگر این رو بیایم تعمیمش بدیم به سطح زبان بچه‌ای که الان زبان فرانسه میخونن تو ایران، میتونیم بگیم تعداد افرادی که تو جامعه فرانکوفون ایران تو سطح B2 پلوس 1 هستن شاید 10% باشن. تعداد افرادی که تو سطح A2 پلوس B1 هستن شاید 40% باشن. پس متقاضی برای کالج ها بالاتر هست. بنابراین تو باید با یه پرونده خیلی رقابتی وارد بشی. به چه منظور؟ ببین شما اگر مراجعه بکنید به اکثر مؤسسات اعزام دانشجو، به شما چی میگه؟ میگه اگر میخوای بری ابتدا کالج تو کشور فرانسه، شما باید سطح زبان فرانسوی A2 باشه و نیازی نیست که آزمون بین المللی بدی، میتونی بری توی آموزشگاه ازشون گواهی بگیری که مثلا من تا سطح A2 خوندم، بیا پیش ما، به احتمال 99% ویزات میکنه. منم بهت میگم به احتمال 99% ویزات ریجکت میشه. چرا؟ اونها به شما اشتباه نمیگن، ولی حداقل شرایط رو به شما میگن. یه زمانی من و شما، من مثال رو همیشه تو جلسات خصوصی با بچه‌ها میزنم، من و شما میریم تو پارک میدویم 100 متر رو مثلا شما تو 20 ثانیه میری، من تو 30 ثانیه. ولی وقتی که تو داری میری تو المپیک بدوی، 100 متر رو باید زیر 10 ثانیه بدوی. وقتی که میخوای وارد پروسه
ادامه تحصیل توی کشور اروپایی مثل فرانسه بشی که جز اقتصادهای برتر دنیاست، مزیتاشو من همیشه بهت گفتم، باید بدونی که باید پرونده رقابتی بدی، خاله بازی نیست ببخشید که هر کسی با هر پرونده بتونه وارد بشه، نکته اول. ولی ببین بچه ها، کلن اینی که ما بتونیم قبل از تحصیل مستقیم یه دانشگاه یک سال رو تو کشور مقصد بگذرونیم، زبانش رو یاد بگیریم، فرهنگش رو یاد بگیریم، قوانینش رو یاد بگیریم، دیگه خوابگاهمون اوکی شده، احتمالا دیگه کار پیدا کردیم تا الان، بسیار بسیار لذت بخشه، بسیار خوبه. ولی در نظر بگیری اگر میخوای وارد این پروسه بشی ریسکاش رو هم بپذیری. خب سوال دیگر، ما لایوامون انقدر پرسواله بعضی وقتا الان چون خیلی یهویی اومدیم، تعداد سوالات یا از دید من پنهان مونده یا کم بوده. خب پس دو تا موضوع رو توضیح دادیم، یکی در مورد این سوالی که خیلی از بچه‌ها میپرسن، استوریشو باز فردا میذاریم، آقا مستر دو چیه، این رو با هم دیگه صحبت کردیم در خصوصش، و یه کیسی هم که دوستمون اومد بالا با هم دیگه صحبت کردیم، پرونده‌شو بررسی کردیم. یه نکته رو بگم بچه ها، ما دوست داریم وقتی که داریم یه پرونده اعزام دانشجو رو انجام میدیم به صورت تلفنی چه روز ساعتی میتونید در ارتباط باشید، ببینید تماس بگیرید لطفا با شمارهایی که تو پروفایلمون هست، میتونید وقت بگیرید در خدمتتون هست. دوست داریم توی یه پرونده که انجام میدیم، خب من شخصا این شکلی نگاه میکنم، وقتی یه کسی میاد با من مشاوره میکنه من هی گوش میدم تو چیکار کردی چیکار نکردی، بعد سوالات رو میپرسم، این سوالاتی که میپرسم مطالبی که دوستمون به ما میگه، اینها رو من مثل تیکه های یک پازل میبینم که بعدا دارم مثل یه کسی که شطرنج بازی میکنه چند حرکت بعدش رو باید پیش بینی بکنه، اینها رو دارم کنار هم دیگه میچینم، بهش میگم مثلا تو این حوزه آیا تو دوره دیدی، تو این حوزه آیا سابقه کار داری به عنوان مثال، خب یا آره یا نه، اگر داشته باشه خب سعی میکنیم به نحوی این پازل رو بچینیم که خب بالاترین بازدهی رو داشته باشه، اگر نداشته باشه سعی میکنیم پیشنهاداتی بهش بدیم که رزومش رو در اون حوزه قوی تر بکنه. خب پس این از این، مثلا فرض کنید من میخوام برم فرانسه لیسانس IT بخونم، خب میگم آقا تو چه کارگاهی رو گذروندی، چه دورایی رو گذروندی، دیپلمت چی بوده، نمیدونم فلان بیساره، بهش یه سری پیشنهادات میدیم که خب این کارا رو بکن که رزومت قوی تر بشه. اما راجع به تخصص پزشکی صحبت میکنم چشم، اما من همیشه به بچه ها میگم آقا تو فرض کن اصلا میخوای بری پزشکی بخونی، رفتی 4 تا دوره آشپزی دیدی، آقا هنر دیدی، اشکال نداره اونا رو هم بذار، ما میخوایم نشون بدیم که تو جامعه خودت فرد فعالی بودی، بنابراین اگر قراره که به حالا فرانسه یا سوئیس بری تو اون کشور هم فعال باشی. خب ببینید در مورد تخصص پزشکی در فرانسه و سوئیس، دو تا حالت وجود داره، یا من از ابتدا میرم تو کشور فرانسه به عنوان مثال، یا تو سوئیس، یا تو یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا جزو پیمان اقتصادی اروپا. پیمان اقتصادی اروپا مثلا چه تفاوتی داره با اتحادیه اروپا؟ مثلا سوئیس توی اتحادیه اروپا نیست ولی جزو پیمان اقتصادی اروپا هست، پس اینا رو با هم دیگه در نظر داشته باشیم. از اون ابتدا من پزشکی میخونم، حالا شرایط ورود بهش سخته، دو تا سیستم تحصیلی دارم، لس دارم، پس دارم، کنکور و غیره و اینها، من حالا نمیخوام واردش بشم. پس شما از سال اول رشته پزشکی وارد میشی تو کشور فرانسه، تحصیلاتتو انجام میدی تا الا ماشاءالله میتونی ادامه بدی، تخصصتو بگیری، فوق تخصصتو بگیری، کار کنی و غیره. یه زمان دیگری من رفتم تو ایران، فیلیپی، نمیدونم مکزیک، هر جای خارج از اتحادیه اروپا یا خارج از پیمان اقتصادی اروپا تحصیلات پزشکی رو انجام دادم یا مشغول به تحصیل هستم. اگر شما مثلا مجارستان، گرجستان، ترکیه، یونان، اینها کشورهایی که متاسفانه خیلی زیاد دوستان ایرانی میرن و تحصیلات پزشکی توش انجام میدن، مشغول به تحصیل هستی، باید بگم نمیتونی بری تو فرانسه ادامه تحصیل بدی، یعنی نمیتونی واحدات رو تطبیق بدی. اگر مدرکت به اتمام رسیده، الان مدرک پزشکیت رو داری از همین کشورهایی که اسم بردم یا کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، شما میبایست که یه آزمون معادل سازی بدی. مثلا من تو ایران پزشکی خوندم، الان پزشک عمومی هستم، دندان پزشک هستم، چشم پزشک هستم، ماما هستم، رشته های زیرشاخه پزشکی. من اول باید سطح زبان فرانسه رو برسونم به سطح B2،
برم کشور فرانسه، ثبت نام میکنم در آزمون. آزمون معمولا تو سپتامبر برگزار میشه، توی فروردین اردیبهشت تقریبا ثبت نامش هست. پس بنابراین من تا اسفندش وقت، اسفند قبلش وقت دارم سطح زبانم رو B2 برسونم. ترجیح ما دلف B2 هست یا TESF B2 پلوس C1. در آزمون مربوطه شرکت میکنم. آزمون سپتامبره، یه ویزای کوتاه مدتی میگیری میری فرانسه، تو آزمون شرکت میکنی. آزمون تئوری و عملی داره. تو اون آزمون که شرکت کردی جوابش تا ماه فوریه یه سال بعدش میاد، تا بهمن سال بعدش. یا در آزمون اگر رد شدی که رد شدی، اگر قبول شدی در آزمون ممکنه به شما بگن یا فورماسیون و استاج داری یا استاج خالی داری یا فورماسیون داری، ولی معمولا استاج تر باید شما بری بگذره. وقتی تمام کارهات رو انجام دادی شما مدرک پزشکی فرانسوی داری، حالا یا میتونی کار بکنی که باید ویزای کار بگیری، یا میتونی ادامه تحصیل بدی و تخصص بگیری که خب باید ویزای تحصیلی بگیری و پذیرش بگیری. این تقریبا میتونیم بگیم به صورت خلاصه برای بچههایی که پزشکی و زیر شاخه‌های پزشکی رو دارن اقدام میکنن، که خیلی هم باید بگم متاسفانه، متاسفانه خیلی داره درخواست براش زیاد میشه. چرا میگیم متاسفانه؟ چون به هر حال جوانای ما هستن که دارن میرن و سوئیس هم برای توضیح میدم، جوانای ما هستن خب از پزشکای خوب کشورمون خالی میشه. ببینید در مورد سوئیس یه کمی حتی شرایط سخت داره. شما زمانی که مثلا تو ایران پزشکیش رو خوندی، وقتی میخوای بری سوئیس، قبل از اینکه اون کنکور نسیونال یا آزمون سراسری رو بتونی تو شرکت بکنی که معادل سازی بکنی مدرکت رو، باید 36 ماه سابقه کارآموزی داشته باشی تو اون تخصص مربوطه. اگه چشم پزشکی زیر نظر یه چشم پزشک یا کلینیک، دندان پزشکی توی کلینیک یا زیر نظر دندان پزشک و پزشک عمومی و غیره، سوئیس کارت سخت‌تره. پس دیجا تو باید یه جاب آفر بگیری که بری اونجا یه دوره مثلا استاج 36 ماهه بگذرونی. این از سال 2018 به بعد شکلی شده، تا قبل از 2018 این شکلی نبود. مستقیم میتونستی کنکور ناسیونال یا آزمون سراسریت رو بدی، ولی الان دیگه این شکلی شده. سوئیس خیلی سخت تر از فرانسه شده. ولی میگم مثلا تو خود سوئیس اگر تو یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا عضو پیمان اقتصادی اروپا درس خونده باشی، دیگه اینها توش مطرح نیستش. خب باز هم دوستان در مورد پزشکی صحبت کرده بود، سوال پرسیده بودم، امیدوارم جواب همه رو داده باشم. خب یه سوالی که خیلی سلامت باشه، یه سوالی که خیلی از بچه ها میپرسن اینه که آقا من مثلا یه مدتی از آموزش زبان فرانسوی دور بودم، چطوری دوباره شروع کنم؟ اینجا ما میگیم خب بیا تعیین سطح بده ببینیم شرطت چیه. وای نه، برم یکی دو ماه بخونم بعد تعیین سطح رو بدم. بچه ها این سلام به شما. ما متاسفانه ما تو فرهنگمون یه چیزای خوب داریم یه چیزای بد داریم، مثل همه فرهنگ. یه چیز بدی که ما تو فرهنگمون داریم این کمیت گرایی ما هستش، نه کیفیت گرایی. یعنی آقا برای من مهمه که حالا چه تو مدرسه، چه تو دانشگاه، چه تو آموزشگاه زبان خصوصی وقتی میخوام برم یه دوره رو بگذرونم، من تو بالاترین سطح بیفتم. آقا به خدا توی آموزش زبان فرقی نداره تو مثلا عدو دو بیفتی یا عدو سه، یه ترم بالا یه ترم پایین تفاوتی نمیکنه، چون هدفت هدف دیگریه. تو داری یاد میگیری، تو داری یه دانش یه مهارت رو یاد میگیری. چه فرقی داره سر کلاس عدو دو بشینی سر کلاس عدو سه بشینی؟ خب دوست داری مثلا سر کلاس عدو بشینی بعد ما بهت بگیم آقا تو مثلا ترم B1؟ اینا یه سری بچه‌ها یه بعضی وقتا بچه‌ها ان سیستم میکنن، پافشاری میکنن روی سری از موضوعات که اینا اشتباهه. سعی کن زبان تو یاد بگیری، لذت ببری. خیلی اون اسم سطح مهم نیست، چون یکی از دوستان راجع به این صحبت کرد، گفتم به این هم پاسخ بدم. یه چیزایی که شاید به شما کمک بکنه، بچه هایی که مثلا احساس میکنن مثلا استوب شده، داره چند وقت تو سطح اعدو میخونه، تو سطح B1 به خصوص بچه ها خیلی استوب میشن، چون از نظر من یکی از مهمترین سطوح زبان فرانسوی سطح B1ه، چون تو رو از مبتدی وصلت میکنه به میتونیم بگیم اوانسه یا پیشرفته. خیلی از بچه ها تو سطح B1 استوب میشن. حالا باید چیکار بکنن؟ برای اگزمین اتاق شدن هم توضیح میدم خدمت. خیلی از بچه ها چی کار میکنن به این ترتیب؟ ببین پیشنهادی که ما بهشون میدیم اینه که مثلا تو کلاس حالا خصوصی یا گروهی میتونن شرکت کنن، در کنار اون به هر ترتیبی شده خودشون در معرض زبان فرانسه قرار بدن. مثلا ما دورای بحث آزاد داریم یه روز در هفته، تو اونو به تنهایی اگر شرکت کنی
خیلی خوبه برات، ولی فکر نکن که مثلا برات معجزه میکنه، اون یه کلاس مکمل میتونه باشه. یا مثلا همین ایونت ماها یا ایونت هایی که برگزار میکنیم، مثل همین ایونتی که تو استوریا گذاشتیم، ایونت ماهایی که بازدید از کاخ گلستانه، یه روز جمعه میری 2 ساعت 3 ساعت هم با افراد جدیدی آشنا، با کاخ سعدآباد ببخشید، با افراد جدید آشنا میشی، 4 تا آدم میبینی، زبان فرانسه صحبت میکنی، 4 تا واژه به گوشت میخوره. اصلا تو هر چقدر در هفته خودتو در معرض زبان فرانسه قرار بدیم کم هستش. ببین شما اگر میخواید اگزمینت ها و اگزمینت خیس بشید، باید ببینید برای کدوم آزمون میخواید بشید. یعنی اگزمینت های آزمون دل با اگزمینت های آزمون تسف متفاوت هست. باید بری ببینی مرجع برگزار کننده چی هست. آیا اتاق بازرگانی پاریس هست، آیا وزارت امور خارجه فرانسه، حالا شاخه‌های مختلفش هست. اگر تو خود فرانسه هستی بری ببینی به اون مرجع مراجعه بکنی، تو اون دوره هاش اول دوره داره قطعا، و حالا بعد از اینکه دورت رو گذروندی عرضم به حضورت میتونی اون گواهی ها رو بگیری. اگزمینت ها حالا برای بچه که نمیدونن یعنی ممتحن شدن، یعنی بری تو ممتحن آزمون های رسمی زبان فرانسه بشی. تو ایران هم مثلا تو سفارت فرانسه خب شما قاعدتا دوره هاش هست و درخواست باید بدی براش. خب خیلی دیر به دیر میگیرن و معمولا از بچه هایی که خودشون میشناسن میگیرن، یعنی دژ باید یه سابقه کاری اونجا داشته باشی. خب سوال دیگر، اگر هم کسی میخواد بیاد بالا با هم صحبت کنیم استقبال میکنیم. ها خب باز در مورد کالج ها سوال پرسیدید. ببینید برای ورود به کالج های آموزش زبان فرانسه خیلی جاها سطح اعدو رو به شما پیشنهاد میدن. ببینید من تجربه شخصیمه، چیزی که من بلدم، چیزی که من میدونم، چیزی که من سالها زندگی کردم و شما میگم سطح اعدو براتون کفایت نمیکنه. یه مثال براتون میزنم. تابستان امسال برای ورودی سپتامبر شهریور امسال، خب ما یه تعداد زیادی پرونده داشتیم، بچه‌ها رو الزام کردیم برای کشور فرانسه برای کالج ها و برای دانشگاه. من کالج ها رو در خدمت شما میگم. ببینید مثلا فرض کنید ما 10 نفر پرونده داریم، 20 نفر، 15 نفر به هر ترتیب، اینها میخوان الزام بشن. من به ضرس قاطع به شما میگم یک نفر حتی ما تو سطح تحلیل ضعیف نداشتیم، یک نفر فقط بود، یک نفر که برنامه ریزی آموزشیش طبق اون برنامه‌ای که ما براش ریختیم پیش نرفت. ایشون نمیخوند، یه روز پاش درد میکرد، یه روز کمرش درد میکرد، یه روز میخواست بره این شهر و اون شهر. بچه‌ای که ما رو میشناسن میدونن ما بسیار سختگیریم تو این زمینه. ایشون سطح ادو آورد نمرش رو تو آزمون. خب یعنی تنها شخصی که امسال تابستون ما برای بچه‌ها اقدام کرده بودیم الزام شدن ایشون بود با سطح ادو، بقیه همه به یک بودن. حالا تو فرض کن رفتی جای دیگری اقدام کردی، با یه پرونده ادو اومدی، پرونده شما اینجاست، پرونده 15 نفر از بچهای ما هم اینجاست. خب اون آفیسر نگاه میکنه اگر شما همه چیتون تو شرط برابر باشه، میگه آقا اینا همه به یکن، همه اینا آزمون بین المللی مثلا TESF رو دادن تو آزمون به یک آوردن، ایشون سطحش ادو، توی آموزشگاه هم رفته زبان خونده، آموزشگاه هم عالی هستن، ما کار نداریم، ولی گواهی آموزشگاه آورده، این 15 نفر گواهی آزمون آوردن. خب من اولویت رو به کی میدم؟ به اینایی که آزمون دادن. چرا؟ چون آزمون، بله زیبا جان، ریجکت شده اتفاقا همون ادو، حالا توضیح میدم در خصوصش. چرا؟ ببین من برای کالج وقتی میخوام اقدام بکنم آزمون دادن اجباری نیست، ولی وقتی من آزمون میدم میگم آقا ببین اجباری نبوده، من خودم رفتم آزمون دادم. چرا؟ چون میخوام انگیزامو به تو نشون بدم. بعد فرض کنی با هزار مصیبت و بدبختی رفتی از یه جایی یه مدرک ادوی گرفتی اووردی، تو مصاحبه میخوای چیکار بکنی؟ مصاحبه هم حتما یه جزوه بهت میدن، میگن آقا بی برو این 4 تا سال حفظ کن برو مصاحبه. آقا مصاحبه چالشیه، به خدا 40-45 دقیقه مصاحبه چپ و راستت میکنه، همه چیز رو ازت میپرسه. ما اینجا برای مصاحبه واقعا تخصصی آمادت میکنیم، به صورت تخصصی تو مصاحبه آمادت میکنیم که تو بدونی که آقا چی در انتظارته. حالا دیگه رفتی اونجا خودت استرس گرفتی خراب کردی، اون یه مسئله دیگریه. و میتونم بگم خدا رو شکر تمام پرونده هایی که از اول امسال داشتیم ویزا شد به جز یک مورد،
اون مورد هم متاسفانه سطح زبانش پایین بود، نمیتونیم بگیم دلیل اصلی شاید ریجکتیه، ایشون مثلا سطح زبانش بوده، شاید مورد دیگری بوده. و هر حال توی ویزا چیزهای مختلفی تاثیر گذاره. فرض کنید مثلا یکی از اقوام نزدیک من پناهنده شده تو کشور فرانسه، یه پرونده کیفری هم داره، خب اون ویزای من تاثیر گذاره. برادر من اگر اونجا مثلا یه پرونده کیفری داره، پناهندگی هم داره، رو ویزای من تاثیر گذاره. من اگر مثلا سابقه کار توی یه جای حساسی رو داشتم، حساس برای اتحادیه اروپا، خب رو ویزام تاثیر گذاره. پس ببینید ویزا فقط و فقط مسئله دانشجویی نیست. ببینید ما تو پروسه ویزای توریستی، ویزای توریستی شما از نظر وضعیت مالیتون بررسی میشه، سابقه سفرتون بررسی میشه، سکیوریتی چک هم میشید، چک امنیتی. ویزای تحصیلی دو بخش داره، دو تا کله مختلف شما رو بررسی میکنه. یک کله وزارت علوم، خب که 4 تا آدم مثلا تحصیل کرده نشستن اونجا که از نظر تحصیلی شما رو بررسی میکنه، اوکی میده، میگه علی، مریم، سارا اینا اوکی ان بیان فرانسه تحصیل بکنن. ویزاتون میره برای، سپاس از دوست عزیزم داریوش، مرسی داریوش عزیز، مرسی زیبا جان. اینا رو هیچ جا به همون نمیگن. من میگم حتی اگر قراره که بچه ها فرار بکنن، بترسن از این پروسه، برن دنبال منجی باشن، من میگم حالا استوری این روزو ببینید، من راجع به منجی صحبت کردم توی پروسه. کجا بودم؟ آها، وزارت علوم اوکی میده که آقا ایشون اوکیه که بیاد تحصیل بکنه تو کشور فرانسه. پرونده ای من میره زیر نظر وزارت خارجه، بعدش که ویزام رو بررسی بکنه. وقتی میخواد به من ویزا بده، بررسی هایی که برای ویزای تحصیلی میشه قاعدتا خیلی بیشتر از ویزای توریستی شاید باشه. چرا؟ چون شما ویزای تحصیلی که میگیری و LSTS هست، ویزا لون سجور تیتر دو سجور، ویزای اقامتی بلند مدت هست، تیتر دو سجوره. خب شما میری سکیوریتی چک میشه آقا کجا کار کردی، کجا نبودی و غیره. اگر همه ی پروسه تحصیلیت اوکی باشه، همه ی پروسه سکیوریتی چکت اوکی باشه، منجر به اخذ ویزا میشه. بنابراین وقتی یکی ریجکت میشه، ما میتونیم حدس بزنیم که آیا یه قسمتیش مربوط به پروسه تحصیلش بوده، یه قسمتیش ممکنه مربوط به پروسه سابقه شخصیش و اینها هم باشه. پس بنابراین کی میتونه تو ایران به تو این تضمین رو بده که من 90% برات ویزا میگیرم؟ آقا من یه چیزی، یه کسی برام فرستاد، یه آقایی رو گذاشته بودن مثلا با 70 سال سن تو صفحهشون به عنوان مشتریشون که ایشون ویزای کالج زبان گرفته. من کار ندارم، و شاید هم واقعا گرفته باشه، من نمیگم که خلاف میگن، ولی این چه روش تبلیغات زردیه؟ ما چرا بازی میکنیم مثلا با آینده یه جوان؟ ما باید بدونیم آقا با بالاتر رفتن سن شانس اخذ ویزا میاد پایین تر. من اینو بارها توضیح دادم، دلیلش هم گفتم. دلیلش این نیست که من اگر سنم بره بالا موهام اینجا سفید بشه میگن آقا تو زیبا نیستی پس باید ویزا نگیری. نه عزیز من، مسئله پوله، مسئله اقتصاده، دنیا بر پایه اقتصاد میچرخه. برات مثال میزنم، ایکس 18 سالشه، ایگرگ 25 سالشه. ایکس 18 سالگی وارد دانشگاه میشه، لیسانسشو میگیره، تو 21 سالگی نهایتا میگیم آقا یه خط خپش هم داشته باشه، با 22 سالگی با دوبله بکنه یه سال و غیره، 22 سالگی از دانشگاه خارج میشه. ایگرگی که با 25 سالگی وارد مثلا دوره لیسانس میخواد بشه، 28 سالگی 29 سالگی خارج میشه. ببین اینا 6-7 سال با هم یه گپی دارن، خب یه تفاوتی با هم دیگه دارن. ایکسی که تو 18 سالگی پروسش شروع میشه با ایگرگی که تو 25 سالگی پروسشون شروع میشه، ایکس 6 سال بیشتر کار میکنه، 6 سال بیشتر مالیات میده، 6 سال بیشتر حق بیمه میده. این یکی مورد، 6 سال زودتر به سن بازنشستگی میرسه. اینا تأثیر گذاره. خب معنی که صندوق بازنشستگی دارم تو کشور فرانسه، اگر بخوام همه افرادی که بخوان تو 30 سالگی مثلا دوره لیسانس رو شروع بکنن و بعد وارد بازار کار بشه و بعد بخواد به من حق بیمه بده، خب من ورشکست میشم. پس ببین مسئله اقتصاده. بعضی یه خانومی رو من باش داشتم مشاوره میگرفتم، 3-4 روز پیش به من تماس گرفت. خب ایشون مثلا میخواست برای حوزه، اسم نمیارم حالا شاید تو لایو باشه، یه حوزه برای مستر دوم، دومین مسترش بخواد اقدام بکنه. من گفتم خب شما با توجه به شاید سنیتون، شاید یه مقدار شرایطتون برای ویزا سخت باشه. ایشون اصلا ناراحت شد، خب ناراحت شد،
چیکار بکنم؟ برو یه جایی که بهت بگن آقا من 150% به احتمال 150% برات ویزا میگیرم. اگه داری با من مشورت میکنی، من دارم بهت میگم تو 20% شانس داری برای اون کیس اگر بخواد بره فرانسه. میخوای دوست داشته باشی، دوست نداشته باشی، اقتصاده، اقتصاد همه چی. بشر به دید پول دیده میشه تو همه جای دنیا. ببینم که من از این آقای میلاد، از اون خانم مریم چقدر میتونم پول در بیارم. دولت فرانسه میبینه که آقا از کدومتون میتونه بیشتر پول در بیاره. ولی روش های دیگه هم هست، یعنی باید پرنده تحصیلیت قوی باشه، اینجا کلی دوره و کارگاه گذرونده باشه. میگه آقا ایشون میاد بلافاصله جذب دانشگاه میشه، دانشگاهشو قرار نیست که مثلا خود دوبله بکنه، بلافاصله جذب بازار کار میشه، قرار نیست بیاد اینجا به من نامه بزنه آقا من بیکارم، به من مثلا سوسیال بده، خدمات اجتماعی بده، به من بیمه بیکاری بده. نگاه میکنم آقا تو کشور خود چند مرده حلاجی، چند زنه حلاجی. خب اگر واقعا تو کشور خودت آدمی باشی که گلیم تو از آب بکشی بیرون، شرایط سنیت خوب باشه، شرایط تحصیلیت خوب باشه، شرایط اوکی باشه، الان فرانسه ویزا رو داره خوب صادر میکنه. چرا؟ اگر بخوایم مقایسه داشته باشیم، اینا از سال 2010 یه پروژه رو شروع کردن، یه برنامه داشتن که اون تایم 300 میلیون نفر فرانسوی زبان داشتیم تو سال 2010. برنامه دارن که ابتدا تا سال 2050، سپس تا سال 2065 تعداد فرانسوی زبانهای دنیا رو برسونن به 1 میلیارد نفر. بنابراین به من ویزا میده زمانی که ببینه آقا من فرانکوفون هستم، فرانسه زبان هستم، پرنده تحصیلی خوبی دارم، پرنده کاری خوبی دارم. مثلا فرض کن من مجردم، توی سن خوبی هم هستم، میخوام برم فرانسه تحصیل کنم. خب این احتمال میده که من ازدواج کنم اونجا، بچه دار بشم، حتی با یه هموطن خودم اگر ازدواج کنم بچه دار بشم، اینی که هموطن من فرانسه زبان بشه احتمالش زیاده، اینی که بچه من فرانسه زبان بشه احتمالش زیاده. برای همین این برنامه ریزی رو گذاشته. حالا ممکنه مثلا 5 سال دیگه بیاد بگه آقا من تا امروز دارم مثال 1000 تا ویزا صادر میکنم، از این تاریخ به بعد میخوام 500 تا ویزا صادر کنم، دارم اون هدفهام رو توشه میکنم، تاچش میکنم. پس بنابراین تا میتونید از این برنامه ها استفاده کنید. مثلا برنامه‌ای که کانادا میذاره، مثلا میاد میگه آقا من تا 2020 تا 2025 برنامه‌ام اینه که سالی مثلا 1000 تا مهاجر بگیرم تو این حوزه کاری. بعد میاد میبینه که خب اهدافش رو حتی از بیشتر از اهدافش رو توشه کرده، میاد مثلا اون ظرفیت رو میاره پایین. بنابراین فکر نکن همیشه این راهها بازه یا با همین سهولت باز هستش. خب خیلی طولانی شد. آقا ما اینجا، ما همیشه از بچهای تیم انستیتو میلاد من همیشه تشکر دارم، باز تو این لایو هم ازشون تشکر میکنم. امروز حالا اول اینو بگم، رفتم یه جلسه چون می‌خواستیم یه پروژه‌ای رو ما می‌خوایم شروع بکنیم تو انستیتو میلاد که راجبش صحبت نمی‌کنم چون متأسفانه ایده‌ای هستن فقط میشن ما چیکار می‌کنیم، یه کاریکاتوری از اون کپی می‌کنن انجامش میدن، حداقل یه کپی 100% باشه آدم لذت می‌بره. حالا بگذریم، می‌خوام یه پروژه رو شروع کنیم. یه چند تا شرکت رفتم جلساتشو برگزار کردم، طرحاشونو ببینم، پروپوزال ازشون گرفتم، پروپوزال که دادن جلسات رو رفتیم، پروپوزال مقدماتی جلسات رو رفتیم، پروپوزال نهاییشون رو گرفتیم، یکیش رو باشون نهایی کردیم. توی یکی از این طرح‌ها یه چیز خیلی جالبی به من گفت که من واقعا برام لذت بخش بود. گفتن که برند شما داره راجبش صحبت میشه، برند شما داره راجبش تحقیق میشه. خب این برای من جالب بود، خواستم از این طریق مجدد از همکارانم تو ایران، تو فرانسه، همه جای دنیا که باشون هستیم تشکر کنم، همه جای دنیا که نیستیم ولی تو کشورهایی که داریم کار میکنیم، از همکاری اداریمون، اجراییمون، آموزشیمون تشکر بکنم. امروز انستیتو میلاد اگر به موفقیتی دست پیدا کرده که من فکر می‌کنم 20% چیزی هست که تو ذهن منه، زحمت تک تک بچه‌ها بوده. چون چند تا از همکارا تو لایو بودن گفتم که مجددا این تشکر رو داشته باشم. آقا سوال پرسیدی در خصوص پرودکسیون اوغل، کمپونسیون اوغل. پرودکسیون اوغل مکالمه، کمپونسیون اوغل درکشنی داری. ببین این دوتا مهارت، یه سری مهارت، دوتا مهارتی هستن که تو کوتاه مدت جواب نمیده. ببین تو مثلا فرض کن سطح A1 رو تموم کردی، حس میکنی که خیلی گرامرت خوب بالا نیومده، چون میتونی 2 جلسه 3 جلسه 1 ماه فشرده برداری گرامر برات مرور بشه، ولی تو نمیتونی 3 جلسه فشرده برداری مکالمت خوب بشه، نمیتونی 3 جلسه فشرده برداری کمپونسیون اوغلت خوب بشه. 1 مستلزم تمرین هست،
دو مستلزم کلاس اومدن هست، سه مستلزم استمرار هست. استمرار خیلی مهمه. ببین ما ایرانی های ضرب المثل خیلی قشنگی داریم، میگه رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. اگه اشتباه گفتم میبخشید. ابراهیم عزیز، ابراهیمی مصرومه، مصرومه عزیز، مرسی. خب ببین، درک شنیداری رو من هر روز باید تمرین کنم اگر میخوام خوب شم. مکالمه رو هر روز باید تمرین کنم اگر میخوام خوب شم. من نمیتونم مثلا هفته یه پادکست 10 دقیقه گوش بدم بعد آیا سیمپور مکالمه هم خوب نمیشه، آیا سیمپور درک شنیداری خوب نمیشه. آقا والا به خدا من هنوز که هنوز خیلی وقتا تو ماشین که میشینم با خودم به زبان فرانسه صحبت میکنم، اصلا برام اهمیت نداره ماشین چپ و راستی بگن آقا این چرا داره با خودش صحبت میکنه. وسط صحبت با خودم هم میخندم، عصبانی میشم. من اینجوری مکالمم تقویت شد. تازه منی که تو کشور مقصد داشتم زبان فرانسوی رو میخوندم، با خیلی دوستای ایرانیمو گذاشته بودم کنار، به خاطر اینکه من هدفم متفاوت بود با اونها. فقط سعی میکردم تو جامعه فرانسوی زبان باشم، میرفتم با افراد مسن صحبت میکردم چون اونا زبان فرانسه استاندارد صحبت میکردن و خیلی شمرده شمرده، چون اون ابتدا که تو سطح ایکد و اسیه برید کف خیابون صحبت بکنی چی متوجه نمیشی. بنابراین به توصیه معلمام اونجا عمل میکردم واقعا. تازه من همه این کارا رو میکردم و کماکان میکنم، یعنی من هر روز روزانه محتوای فرانسه زبان گوش میدم. برای همین حتی اینجا همکاره من خیلی وقتا من میگم اسمش چجوری انقدر کمپانسی نوالت خوبه، تو چیزی که خوبم میگم خوبه، واقعا خوبه کمپانسی نوالم، چون نمیدونم 15 سال هر روز دارم یک کاری رو میکنم. پس ببین باید استمرار داشته باشی. شما 3 ماه این استمرار رو داشته باش، هر روز یه محتوا گوش کن. میتونی اگر سطح پایین از محتواهای آموزشی شروع بکنی که متناسب با سطحت. کتاب کمپانسی نقل کتاب خیلی خوبیه، کتاب اولش سطح A1 که کتاب دومش B2. حتما این کتابو بگیر گوش کن. سری نرو اون ترانسکریپسیون یا اون متن ته کتابو نگاه کن، یه مکالمه رو 10 دفعه گوش کن، یه مخصو اودیو رو چیش میگه یه ترک اودیوشو مثلا 10 بار گوش کن. اگر متوجه نشدی یا جایش متوجه نشدی بعد برو متن رو نگاه کن، یه بار دیگه که متن رو نگاه کردی بعدش دوباره بدونی که متن رو نگاه کنی گوش کن، یه بارم از رو متن نگاه کن. اینجوری یاد میگیری. اگر منتظر معجزه هستی که بعد بهت بگم من عزم یفت میرکل مونم فرانس یفت میرکل، هیچ معجزه ای تو یادگیری زبان فرانسوی وجود نداره، هیچ آمپولی هم وجود نداره. حالا پس فردا یه چیز به وجود اومد، یه چیپستی بذارن ما بخوایم صحبت بکنیم، لذت بخش هم نیست خیلی. ما راجع به امروز حالا بهت میگم که یه پد میاکل. خب سوالی، نکته ای؟ چه عجب یه بار یه نفر نیومد تو لایو به ما گیر بده آقا عقربه های ساعت پشت سر چرا برعکس میچرخه، بخاطر اینکه دوربین سلفی استفاده میکنیم. فکر کنم اولین لایویه که کسی به ما راجع به این موضوع گیر نداده. نمیدونم ماندانا تو لایوه یا نه، اون لوگوی انسی تو میلاد رو میبینی؟ تو اون تابلو این ور خیلی قشنگه. اینو ماندانا الان بلژیک البته برای من گرفت. ماندانا اولین زبان آموز انسی تو میلاد بود تو سال 98 97 اواخر 97 اول 98. همیشه اینو گذاشتم پشتم تو اکثر استوری هامون، اینا هم هست، گفتم یه توضیح بهتون بدم راجبش. دیگه سوالی نکته‌ای نداریم. لایو خیلی یهویی شد، بدون اطلاع رسانی شد. یه سری سوالات خیلی خوب رو به نظر من پاسخ دادیم. یکی از دوستان به خاطر لایو اومد با هم بالا صحبت کردیم. ان شاءالله که بتونیم این لایو رو ادامه دار داشته باشیم. سعی می‌کنم لایو رو اگه صورت اینترنتی رو بده ذخیره‌اش بکنم و حالا بچه‌ها بیشتری بتونن ببیننش. اگر کاری نیست که ما بریم. الو، اتخبیان تو جسپرم. بونجورنه، بونسواره.